عالم به ماتم تو حسینیه غم است، یعنی که فصل سوگ و عزا فصل ماتم است. از عرش تا به فرش تمام فرشتگان فریاد میزنند ماه محرم است. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم. امیدوارم که هر جایی که هستند لباس عافیت بر تن داشته باشند. در خدمت جناب دکتر حاج آقای روحانی هستیم. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم و رحمت الله. زندگی امام حسین علیه السلام ابعاد گوناگونی داره، دارای چه بخش هایی حاج آقا؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم و همچنین ایام سوگ و عزاداری ابو عبدالله حسین علیه السلام رو هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله خدای متعال توفیق تبعیت از امامان بزرگوار رو به همه ما کرامت بفرماید. در خصوص سوالی که فرمودید، ابعاد و زوایای زندگانی امام حسین علیه السلام رو میشه تقسیم‌های متعددی در خصوصی رو مطرح کرد. از جمله این ابعاد میشه به بعد عبادی امام حسین علیه السلام اشاره کرد، یعنی اون رابطه ای که باید بین انسان و خالقی او باشه، اون تعامل که امام حسین علیه السلام در زندگی 58 ساله خود با خدای خود دارد که میشه او رو خلاصه کرد در بعد عبودیت، سرسپردگی و تسلیم در مقابل خدای متعال. امام حسین علیه السلام نوه بزرگوار پیغمبر خاتم، تمام مسیر و عمر رو با همین سرسپردگی و تسلیم در مقابل خدای متعال و دستورها و فرامین او پشت سر میگذاره و در تمام مراحل راضی به رضای خداست. عبودیت و بندگی و خدا موج میزنه در زندگی امام حسین علیه السلام به شکلی که یکی از کنیه های امام حسین ابو عبدالله هست. یکی از معانی ابو عبدالله رو میشه انسان این رقم مطرح کنه که امام حسین کسیه که اگر انسان قصد و آهنگ بندگی و خدا رو داشته باشه، بخواهد خدا رو صحیح و درست بندگی کنه، حتما باید به امام حسین علیه السلام توجه کنه، حتما باید سنت و سیره امام حسین خصوصا در عرصه دلدادگی و بندگی خدا مد نظری باشه. حالا که ما صحبت از عبودیت و بندگی و اون بعد عبادی امام حسین علیه السلام در مسیر زندگی میکنیم، میتونه خودی رو زیر شاخه های متعددی داشته باشه. امام حسین علیه السلام کلن مخلصانه داره زندگی میکنه، اما که قرآن فرمود فعبدو، خدا رو بیاین عبادت کنین، و در این عبادت هم حتما اخلاص و خلوص نمایان باشه. امام حسین علیه السلام اخلاص و خدا محوری داره، یعنی در تمام فراز و فرودهای زندگی امام حسین شما این اخلاص رو میتونین مشاهده کنین. اگر حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نمازم، عبادتم، حیاتم، مماتم، همه اینها برای خدای متعال است و هیچ نفسی بدون رضایت الهی من زندگی نخواهم کرد. تجلی این فرمایش و این کریمه در زندگی امام حسین علیه السلام، در تمام مراحل زندگی امام حسین این عبودیت و بندگی رو با سرمایه اخلاص میای انجام میده، یعنی هر کار که میکنه به خاطر خداست، زندگانی او به خاطر خداست، شهادت او هم به خاطر خداست، دفاع او از دین و سنت پیغمبر فقط و فقط به خاطر خداست. و یکی از مهمترین ویژگی هایی که در زندگی عبادی و بعد شخصیتی عبادی امام حسین علیه السلام قابل طرحه. در همین راستا به موازات این که امام حسین خدا محور بود، خدا باور بود، اخلاص داشت، امام حسین علیه السلام بسیار اهل نماز و عبادت بود.
نمازهای مفصل و طولانی و عبادتهای طولانی از امام حسین علیه السلام عنوان یکی این نماز میتونه تبلور بندگی باشه در انسان، در زندگی امام حسین علیه السلام دیده میشه و اوجرم شما میتونین در شب عاشورا مشاهده کنید. در شب عاشورا که تقریبا شب معراج امام حسین علیه السلام است، خب شما نگاه میکنیم حسینی که قبلا آمد ترسیم کرد بر یاران خود که هیچ کدام از شما نمیماند مگر اینکه فردا در خون خود دست و پا بزنم. همین حسینی که به این شکل خبر از شهادت خود و یاران خود و اصحاب خود میده، بعد از اینکه این ماجرا تمام شد همگان اصحاب امام حسین و خود امام حسین به خیمه ها خلفتن، در کتاب سید ابن طاووس، کتاب مقتلی به اسم لحوف، اونجا نقل میکنه که سید میگه وقتی از کنار خیمه های امام حسین و اصحابی رد میشدی، لهم دویون که دوی نخل، ما بین قائم و قاعد، وراک این و ساجد. میگه وقتی از کنار خیمه های اینا عبور میکردی، هر کدام اینا مشغول یک عمل عبادی بودن، یکی به نماز ایستاده بود، یکی رکوع میکرد، یکی سر به سجده گذاشته بود، یکی دست به قنوت برداشته بود، و همه اینها یعنی اهل نماز بودن. امام حسین علیه السلام وسط جنگ ظهر عاشورا، وقتی که ابو سمامه ساعدی میاد خبر دخول وقت و اول وقت نماز رو به رادیو میندازه، دعا کرد حضرت در حقی او که جعلک الله من المسلمین. ببینید نماز چقدر برجستیه در زندگی امام حسین، حتی روز عاشورا، حتی وسط جنگ. امام حسین از اونو وقت خواست که اجازه بده نماز بخونه، اما اونا اجازه ندادن، جنگ رو تعطیل نکردن و هم وسط کارزار به میدان جنگ امام حسین علیه السلام به نماز بست قامت که نهد به عرش پار، شروع کردن وسط میدان نماز خوندن. وی بسیار درس آموزه برای من به عنوان یک شخصی که عزادار امام حسین هستم، در مصائب فراوان او عشق از دیده جاری میکنم، باید این جلوه های عبودیت امام حسین علیه السلام رو هم ببینم و بعد از دیدن حتما باید به اون اقتدا کنم. در همین خصوص که ببینیم نماز چقدر در زندگی امام حسین علیه السلام تأثیر گذار هست، ما میبینیم که عصر روز تاسوعا که میشه، یک ولوله در سپاه عمر سعد رقم میخوره. در این حال امام حسین علیه السلام برادر خو حضرت ابوالفضل رو مأموریت میدن که علت این کار رو بررسی کنه، و حضرت عباس با بررسی هایی که انجام میدن به امام حسین علیه السلام خبر میدن که بله اینا جنگ مهم بکنن، قصد جنگ و قتل و قتال دارن، یعنی همون عملی که قرار بود ظهر عاشورا رقم بخوره قرار بود عصر تاسوعا شکل بگیره. اما امام حسین به حضرت عباس مأموریت دادن که اگه میتونی برو با اونها مذاکره کن و امشب رو برم وقت بگیر، امشب هم من باشم که این کارهایی که من بگم رو انجام بدم. امام فرمودن فانی احب الصلاه، من خیلی دوست دارم نماز بخونم، نماز و ایستادن در پیشگاه خدا رو بسیار دوست دارم، عشق می‌ورزم به نماز خوندن. و بعد امام فرمودن و تلاوت القرآن، یک از جلوه های بندگی و عبودیت در بعد عبادی اینه که انسان انس با قرآن داشته باشه. امیرالمومنین وقتی که در خطبه متقیم دارن شرح حال پارسایان رو مطرح میکنن، بعد به شب پارسایان که میرسن میگن فاما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، شب که میشه این افراد پارسا و تقوا پیشه در دامن محراب به عبادت خدا میشینن. از جمله عبادت های شبانه اونها اینه که تالین لاجزاء القرآن، قسمتی و بخشی از قرآن رو میخوانند، مورد دقت و بررسی و تدبر قرار میدن. امام حسین به همین اصل اشاره میکنه.
همون مقدار که دوست دارم نماز بخونم و همون حجم و اندازم میفهمون فهمی و حب الصلاه و تلاوت القرآن. دیگه چی؟ بعد امام حسین میفرمان دعا و استغفار هم خیلی مورد علاقه منه و دوست دارم در این آخرین و واپسین شب زندگی خود خون با خدای متعال بیشتر در این عرصه مناجات و ارتباط داشته باشم. اگر مو شما یک میراث ماندگاری از حسین ابن علی علیه السلام در بعد عبادی داریم که همون مناجات و دلدادگی با خدا است به نام دعای عرفه، خود بهترین مسئله و شاهد به همین اصل هست که امام حسین در زندگی اهل مناجات با خداست، راز و نیاز با خداست، دلدادگی با خدا رو امام حسین علیه السلام در زمزمه کردن و در مناجات با خدا آمده مطرح کرده، خصوصا روز عرفه، به ویژه در صحرای عرفات. خدا قسمت کنه در کنار جبل الرحمه در صحرای عرفات روز عرفه امام حسین علیه السلام دست به دعا بر می دارن و شروع کردن با اشک چشم و سوز دل این دعای بسیار پرمغز عرفه رو مطرح کردن که از جمله فرازهای او اینه که الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خدایا مو زمانی که احساس میکنم چیزی دارم بازم فقیرم، پس چی به حال من از اون زمانی که احساس کنم چیزی ندارم؟ یعنی چی؟ یعنی حسین خود رو نمیبینه. حسین عادت کرده که همیشه عظمت خدا رو ببینه و به چشم بزرگ بین حسین علیه السلام همیشه عظمت خالق نمایان بوده. این قسمتی از سیره عبادی امام حسین علیه السلام بود که خب شما در همه اینها اون رگه‌های اخلاص رو مشاهده میکنید. اگر امام حسین علیه السلام نماز میخونه، قرآن میخونه، دعا و استغفار داره، راز و نیاز با خدا داره، در همه اینها اون خط درشت و برجسته که اخلاص و خدا محوری هست رو شما میتونید ببینید. لذا اون زمانی که بدن پاره پاره حسین ابن علی علیه السلام در گودال قتلگاه تختبندی گودال میشه و آخرین لحظات عمر شریف امام حسین علیه السلام هست، این سروش زیبای رضایتمندی و مقدرات الهی هم بر زبان امام حسین علیه السلام نقش میبنده که الهی رزم به رضا، خدای هر چی تو بخواهی و به همون رضایت میدم. تو اگر حسین رو این گونه بپسندی، بدون سر و دست و پا اسیر گوداله در قتلگاه، خدای حسین به این مسئله راضی است که رضا بداده بده و از جبین گره بکشای، حال و روز امام حسین علیه السلام می باشه. خیلی ممنون آقا، ظاهرا وقت تمامه، یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم.